گروه تروریستی بوکو حرام از طریق یک پیام ویدیویی روحانیون صلح طلب را تهدید کرد. رهبر بوکو حرام در ویدیویی جدید با تهدید علما و روحانیون صلح طلب و مخالف خشونت در نیجریه آنان را که خواستار همزیستی مسالمت میان مسلمانان و مسیحیان هستند خیانتکار لقب داد. ابوبکر شیکاو مدعی شده که مسلمانان و مسیحیان نمیتوانند در غرب آفریقا با صلح در کنار یکدیگر زندگی کنند و مسلمانانی که با خشونت مخالف هستند به گفته ای او با آتش جهنم بازی می کنند. در این ویدئو که رسانه های نیجریه آن را حرکتی غیر معمول توصیف کرده اند، رهبر این گروه تروسی ضمن تهدید روحانیون و علمای نیجریه آنان را به گمراه کردن مسلمانان از آنچه او آموزه های حقیقی اسلامی نامیده متهم کرده است او همچنین این روحانیون اسلامی را به دلیل محکوم کردن بوکو حرام و تلاش برای ایجاد صلح میان دو گروه مسلمانان و مسیحیان در نیجریه خیانتکار لقب داده است مردم نیجریه پیروان دو دین اسلام و مسیحیت هستند و طبق آخرین آمارها بیش از 50 درصد جمعیت نیجریه را مسلمانان چهل درصد جمعیت این کشور را مسیحیان و ده درصد بقیه را پیروان ادیان دیگر تشکیل می دهند. تندروی بوکهرام مساجد، کلیساها و ساختمان دولتی را منفجر می کنند، دختران بیگناه را از مدارس می رو بایند و آنان را به مناطقی نامشخص منتقل می کنند. بنا به گزارش های رسیده تلفات جنگ میان بوکو و ارتش نیجریه از سال 2009 میلادی تاکنون به بیش از 20 هزار نفر رسیده و حکومت نیجریه تاکنون چندین بار مدعی شده که رهبر بوکو را به هلاکت رسانده است